سرخط خبرها مهم و تازه، یک پسر جوان در اروزگان از سوی برادرش به قتل رسید. طالبان یک فرمانده ارتش پیشین را در ننگرهار بازداشت کردند. منابع طالبان 15 کارمند ریاست معارف غزنی را بازداشت کرده است و همچنان در پایان نفرهای گمنام از مرکز تکتکیش کردند. مشروع خبرها. منابع محلی از اروزگان میگویند که یک پسر جوان در این ولایت از سوی برادرش توسط چاقو به قتل رسیده است. منابع گفتند که این رویداد در ولسوالی دهراود رخ داده است. انگیزه این قتل اختلافات خانوادگی عنوان شده است. بر اساس اطلاعات این پسر جوان پس از مشاجره لفظی با برادرش به قتل رسیده است. مسئولان محلی طالبان در اروزگان نیز این رویداد را تایید کرده و گفتند که تلاش‌ها برای بازداشت عامل آن جریان دارد. در 3 سال گذشته اختلافات خانوادگی به دلیل چالش‌های اقتصادی در میان شهروندان کشور افزایش یافته است. طالبان یک فرمانده ارتش پیشین را در ننگرهار بازداشت کردند. منابع محلی در ننگرهار میگویند که استخبارات طالبان احمد شاه یکی از فرماندهان ارتش دولت پیشین را که به دعوت کمیسیون تماس این گروه از ایران به کشور برگشته بود بازداشت کردند. منابع روز شنبه 3 سنبله تایید میکنند که احمد شاه چهارشنبه گذشته در منطقه جنگلباغ از مربوطات نهای هفتم شهر جالباد بازداشت شده است. با گفته منابع این فرمانده پیشین ارتش پس از برگشت از ایران کارت عفو عمومی طالبان را دریافت کرده بود. مسئولان محلی طالبان در ننگرها تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. برغم اعلام عفو عمومی اسای رهبر طالبان، این گروه در 3 سال گذشته صدها نظامی دولت پیشین را به اتهام‌های مختلف بازداشت، شکنجه و در موارد هم به قتل رساندند. هفته گذشته نیز یک نظامی پیشین توسط استخبارات طالبان در بامیان بازداشت شد. منابع طالبان 15 کارمند ریاست معارف غزنی را بازداشت کرده است. منابع محلی در غزنی از بازداشت دست کم 15 کارمند ریاست معارف طالبان در غزنی از سوی این گروه خبر دادند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که افراد بازداشت شده از جمله کارمندان باقی مانده از نظام جمهوریت هستند. با گفته منابع طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته از محل کارشان بازداشت کرده است. منابع در مورد دلیل بازداشت این کارمندان از سوی طالبان چیزی نگفتند. مسئولان محلی طالبان در غزنی نیز تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. طالبان پیش از این هم برخی از کارمندان ادارات دولتی را به بهانه‌های مختلف توهین بازداشت و در نهایت برکنار کرده است. چند ماه پیش نیز طالبان دست کم 20 محتسب بومی ریاست امر بالمعروف نزد منکر این گروه را در پنجشیر برکنار کرده است. تفنگداران ناشناس یک جنگجوی طالبان را در هرات کشتند. منابع محلی در هرات میگویند که در پای حمله تفنگداران ناشناس بر طالبان در این ولایت یک جنگجوی این گروه به نام خالد کشته شده است و دو تن دیگر زخمی شده است. منابع گفتند که رویداد در ناحیه 11 شهر هرات رخ داده است. با این حال یک منبع از طالبان نیز کشته و زخمی شدن جنگجویان این گروه را تایید کرده است. با گفته وی این جنگجویان در درگیری با دزدان تفنگدار کشته و زخمی شده است. پیش از این هم جنگجویان طالبان در نقاط مختلف کشور هدف حمله تفنگداران ناشناس قرار گرفتند. این در حالی است که هفته گذشته نیز یک جنگجوی طالبان در ولسوالی طالب و برفک بغلان از سوی تفنگداران ناشناس تیرباران شد. طالبان تاکنون در مورد چیزی نمیگوید. آتش بازی اوکراین در زمین روسیه غرب مسئول جنگ جهانی سوم از جنگ جهانی کوچک که پیش از این میان قطب‌های قدرت شرقی و غربی در قلمرو اوکراین در جریان بود به سرعت توسعه خواهد یافت و کشورها و سرزمین‌های بیشتر را درگیر خواهد کرد. جنگی که با تجاوز اوکراین به سرزمین روسیه مسئولیت مستقیم آن با قدرت‌های غربی از جمله انگلیس، آمریکا و فرانسه خواهد بود. از 10 روز پیش تا کنون نیروهای نظامی اوکراینی حملات هجومی خود به خاک روسیه را آغاز کردند و بخشهایی از مناطق مرزی کشور را به اشغال خود درآوردند. مقام‌های نظامی دولت کیف ادعا می‌کنند که یک مرکز نظامی را در عمق خاک روسیه برای مدیریت اوضاع ایجاد کردند. اگرچه این ادعا می‌تواند بخش از جنگ تبلیغاتی و روانی اوکراین به منظور نشان دادن غلبه خود بر جبهات جنگ ارزیابی شود، اما کارشناسان میگویند که اقدام دولت کیف برای اشغال بخش از خاک روسیه میتواند پیامدهای به شدت ویرانگر و عمیق مرگبار داشته باشد.
نکته‌ای که این رویداد را به شدت خطرناک می‌سازد این است که ارتش اوکراین با استفاده از تسلیحات غربی، تانک‌های انگلیسی، تسلیحات آمریکایی و فرانسوی خاک روسیه را هدف قرار داده، چیزی که می‌تواند تعهدات غرب مبنی بر ممنوعیت استفاده از تسلیحات هدایی کشورهای غربی به اوکراین برای حمله به خاک روسیه را نقض کند. از جانب دیگر دولت انگلیس رسماً تایید کرده است که سلاح‌های اهدای این کشور به ارتش اوکراین در حمله به خاک روسیه مورد استفاده قرار گرفته است، اگرچه آمریکا و فرانسه تاکنون در این زمینه سکوت کردند. ناظران مسائل امنیتی میگویند که این اقدام بازی با آتش در زمین روسیه است، بازی که میتواند عواقب به شدت خطرناک و زیانبار نه تنها برای اوکراین و متحدان غربی آن، بلکه برای صلح و امنیت در سراسر جهان داشته باشد. روسیه یک ابرقدرت اتمی است. این چیزی است که به نظر می رسد اوکراین در حمله ناشیانه به خاک این کشور آن را نادیده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد نظامی و سیاسی این کشور بارها در مناسبت‌های گوناگون تهدید کردند که در صورت هر گونه احساس خطر وجودی علیه روسیه در زمینه استفاده از تسلیحات اتمی تاکتیکی برای سرکوب نابودی دشمن دریغ و درنگ نخواهند کرد. اگرچه مسکو برای در هم شکستن قدرت نظامی اوکراین و متحدان آن تاکنون با ماماشات آشکار برخورد کرده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که صبر مسکو در این زمینه بی پایان نیست. با باور آنها با حملات مستقیم ارتش اوکراین به قلمرو سرزمین روسیه ممکن است تمام گزینه‌های ممکن برای دفاع از موجودیت و در هم شکستن تجاوز نظامی خارجی را روی میز قرار دهند، گزینه‌هایی که در میان آنها استفاده از تسلیحات اتمی نیز وجود دارد. شمار از آگاهان حتی از این هم فراتر می روند و می گویند که مواد تسلیحاتی قدرت‌های غربی و صدور مجوز ضمنی به دولت کیف برای استفاده از آنها به منظور هدف قرار دادن عمق خاک روسیه، جنگ جاری در این منطقه را وارد فصل جدید خواهد کرد که تای آن هیچ مرز محدودیت در زمینه جغرافیای جنگ وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد که این برداشت کاملا روشن است که اوکراین و متحدان غربی آن گام‌های مشخص را برای توسعه دامنه جنگ برداشتند. آنها مجوز لازم را به مسکو برای استفاده از حد اکثر قدرت نظامی خود برای در هم شکستن دشمن متجاوز صادر کردند. به بیان واضح‌تر، در پی تجاوز نظامی اوکراین به خاک روسیه، اکنون دیگر جامعه بین‌المللی نمی‌تواند صرفاً مسکو را آغازگر جنگ و طرف متجاوز معرفی کند، بلکه روسیه بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قواعد بین‌المللی جنگ به خود حق خواهد داد که برای دفاع از تمامیت سرزمین و موجودیت خود از هم ابزارهای لازم استفاده کند و در این زمینه استفاده از تسلیحات مرگبار و کشتار جمعی نیز در چارچوب حق دفاع مشروع مجاز خواهد بود. روسیه همچنین نقد دارد که همان کار را که با اوکراین و شرکای غربیان انجام دهد که آنها با روسیه انجام دادن، یعنی تهاجم مستقیم با خاک این کشورها. به این ترتیب برای رهبران سیاسی و نظامی مسکو محدود کردن جغرافیای جنگ در اوکراین به منظور بازدارندگی از توسعه ناتو به شرق دیگر موضوعیت ندارد، بلکه آنها می توانند تصمیم بگیرند که برای دفع عملات با تهاجم تجاوزکارانه اوکراین و شرکای غربی آن، کشورهای اروپایی همسایه روسیه و منافع آمریکا و انگلیس در این کشورها را مستقیما هدف قرار دهند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب، ویدئوهای را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.